سبحانه الجليل دعائم الفضيل والشهادتان كعيدة الإيمان والصوم والصلاة والحج والزكاة. بلي. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. بیننده محترم تلویزیون آریانا افغانستان، شما را به برنامه برگشت به قرآن آخرین کشتی نجات بر بشریت خوش آمدید میگم. امیدوار هستم مثل همیش هفته خوب و خوش را سپری کرده باشین. در برنامه امروز میخواییم که صحبت بکنیم روی قرآن عظیم شان، این کتاب آسمانی، یگانه کتابی که بر مسلمان ها تضمین شده، گارانتی شده. و این ما بارها یاد کردیم به خاطر می که در ذهن ما جا بگیره که یگانه کتابی که بر مسلمان تضمین شده از نظر هدایت و رهنماییش، از نظر سالم بودنش و از نظر از این که اگر پیروی بکنه مسلمان از این کتاب، دنیا و آخرتش، سعادتش از جانب خداوند تضمین شده، که خودش نشان دهنده از این است که این کتابی را که ما داریم و در طول 14 قرن هیچ نوع تغییر و تعریف درش رونما نشده، بزرگترین امانت الهی در روی زمین است. و ما بحث امروز خود را آغاز میکنیم از این که ما اساس کار خود را، اساس عقیده و ایمان خود را، اساس عمل کرده خود را به اساس چی مسلمان باید بگذاره. یک کسی که مؤمن به خدا هست و خوشبختانه که امروز همه جا، همه گروه های اسلامی به هر جا که هستن، به هر اختلافی که انوز در بینشان، هر نوع اختلافاتی که در بینشان موجود هست، اما خوشبختانه که به هر حرف از این کلام ایمان داره همه و این را از جانب خداوند میدانن و این بزرگترین یک نعمت است که امروز ما داریم، که همه با این کلام ایمان دارند. در غیر از او واضح است که مشکلات ما بیشتر از عالمی بودد من. پس مسلمان باید به این کتابی که خداوند برای ما روان کرد 14 قرن پیشتر و به خاطر هدایت بشریت، به اساس از این اساس و پایه کار ما باشه، اعتقادات ما باشه، عمل کرد ما باشه، برخوردهای ما باشه. مسلماً مشکلات دری را میبینیم، مسلماً خواسته های ما امراش در تضاد و تغییر و اینا می باشه، تفاوت های درش هست، اما ما باید از خواسته های خود بگذریم و رضای خدا را بگیریم. خواست خدا پیش ما مطرح باشه، نه خواست خود ما. و چون بحث امتحان را گذشتانیم دو هفته پیشتر، که به خاطر امی ارزش هاست که ما امتحان میشیم، که آیا مطابق خواست ما اگر بود قبول بکنیم و مطابق خواست ما نبود فراموش بکنیم، خب مسلما ما در امتحان پیروز نیستیم. حالا امروز آیه را که من خدمت عزیزان میخوام بخوانم، آیه 109 سوره توبه است. سوره توبه سوره است که سوره نهم قرآن پاک است و یگانه سوره است که بدون بسم الله الرحمن الرحیم شروع شده. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. افمن اسس بنیانه على تقوى من الله وردوان خیر ام من اسس بنیانه على شفا جرف انهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظیم. آیه زیبایی هست، آیه 109 سوره توبه. خداوند می فرماید در آیه مبارک که آیا او کسی که اساس کار خود را تهداب گذاری میکنه، ایمان عقیده منظور هست، اگر علی تقوا من الله، به خاطر تقوای از خدا هست، به خاطر تقوای تقوا و پرهیزگاری از خداوند، یعنی و تقوا را به معنای دقیقی که من برای عزیزان کردیم است که هر او چیزی که مخالف از این کتاب هست ازش خودداری بکنیم و هر او چیزی که مطابق از این کتاب هست برش عمل بکنیم، تقوا هست. و چقدر ما پابند میتونیم باشیم، او درجه تقوای ما را نشان میده. پس در اینجا خداوند میگه آیا او کسی که اساس کار خود را به خاطر تقوا
و رضوان من الله، من الله و رضوان، از جانب خداوند خوشنودی خداوند اساس مگذاره کار خود. آیا او بهتر است، خیرون بهتر است، ام من اساس بنیانه، یا او کسی که تهداب کار خود را، اساس کار خود را، اساس عقیده و عمل کرده خود را علی شفا جرف نهار، در یک کنار جرف نهار، یک تپه فکر بکنین که میخوان انسان ها بهترین خانه ها را درش اعمار بکنن، آباد بکنن، جای بسیار مقبول و زیبا که همه شهر بایسترا زیر نظرش هست، اما در زیر از این تپه دریایی هست که دریا خورده، قسمت از این تپه را شوریده شده و هر آن شاید بلغزه. قرآن کریم به می ظرافت اینجا بر ما مثال میزنه که آیا او کسی که به خاطر رضای خدا و خوشنودی از او و به خاطر تقوا اساس کار و عقیده خود بنا می کنه، او بهتر است، یا او کسی که در یک تپه اساس میگذاره، خانه خود تهداب گذاری میکنه که زیر شوریده شده و هر آن شاید بلغزه و از بین بره. و در اینجا قرآن عظیم شان میگه نه تنها به دی دنیا، بلکه فنهار بهی فی نار جهنم، و این سقوط میکنه و در نار جهنم، در آتش دوزخ. یعنی به خاطر عقیده و ایمان انسان ها هست که به کدام اساس عقیده و انسان خود، عقیده و ایمان خود انسان ها باید پایه‌گذاری بکنن. وقتی میگیم تقوا، خب مسلما از این کتاب کرده، چون در ابتدای مقدمه هم صحبت کردم که همین کتاب است که از جانب خداوند تضمین شده و در آیه دوم سوره بقره، سوره دوم قرآن پاک، خداوند میفرماید که الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. این کتاب شک نیست. تضمینش کی کرده؟ تضمینش خداوند کرده. تضمین بدون شک خداوند کرده که ذالک الکتاب لا ریب فیه، این قرآن عظیم شان کتابی است که شک درش نیست، که مسلمان باید 100% بر حرفش، اما طور که ایمان داره عمل باید بکنه تا جایی که در توانش است. اگر نتانست معذرت بخواه، راه خود بهتر بسازه. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، هدایت است برای کسایی که پرهیز بکنن از چیزایی که مخالف از کتاب است. اینجاست که ما رای هدایت می پیماییم و همینجا که علی تقوی من الله و رضوان، همین معنا را می ده که ما از این کتاب مطلقا باید پیروی بکنیم. پس اساس کار مسلمان ها به این شکل باید باشه، به اساس قرآن باشه. اما متاسفانه مسلمان امروز که 1400 سال مگذر ازش، اکثریت مسلمان های ما از این کتاب آگاه نیستن، با خبر نیستن. خوشا بال یک تعدادی که حداقل از روی خوانده میتونن این جای خوشبختی است، ولی توصیه هم است که باید ما کار بکنیم سر خود، یک اندازه بیشتر از قرآن بفهمیم، پیام الهی را ما درک بکنیم، بفهمیم که این پیام بر ما چه ارمغانی داره و ما مطابقش حرکت بکنیم. و این اساس است که امروز اگر ما مسلمان های خود را در سراسر جهان ببینیم، بدبختانه به این کتاب همونطور که یاد کردم که ایمان داره، همه شکر، اما متاسفانه که کمتر پابندی برش نشان میتن، بخصوص اگر وقت مسائل سیاسی مطرح میشه بیشتر مشکلات زیاد دامنگیر ما مسلمان ها هست. در حالی که قرآن عظیم شان به صراحت در سوره آل عمران آیه 103 که از قسمت دوم آیه بین، از قسمت اولش براتون میخوانم، از این تمام آیه را براتون میخوانم، خداوند میفرماید آیه 103 سوره آل عمران، سوره سوم قرآن پاک، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، شما چنگ بزنین به دستاویز خداوند همه ایتان، یا مکمل کامل چنگ بزنین، ولا تفرقو و پراگنده نشین. در این آیه مبارک در شروعش یک امر الهی است، واعتصمو امر الهی است که چنگ بزنین بر رسن خداوند، کمی دستاویز الهی است و برتان گفتم که یگانه کتابی که تضمین شده برای مسلمان، و ضمن یک نهی هم درش نفته که ولا تفرقو و پراگنده نشین. خب وذکروا نعمت الله علیکم، و شما یاد بکنین نعمت خدا را بر شما، اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، وقتی که شما با هم دیگر دشمن بودین
و بین شما الفت انداخت با واسطه این کتاب آسمانی و با واسطه امو پیامبر رحمت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. فسبحتم به نعمت اخوانا و به نعمت امی کتاب شما برادر هم شدین. آله قسمت بعدیش میگه و کنتم علی شفا حفره من النار فانقذکم منها. شما در یک لبه یک کنار بودین که هر آن امکانات سقوط شما موجود بود که سقوط میکردین. در کجا؟ شفا حفره من النار، در کنار یک چقوری از آتش یا گدال از آتش و آتش دوزخ. این انسان وقتی ایمان نداشته باشه مسلما وقتی میمیره مثل در کنار آتش، در کنار یک لبه قرار داره که همی که سقوط بکنه با کجا سقوط میکنه؟ با آتش دوزخ میره اصلا، برای که ایمان به خدا نداره مسلما. وقتی ایمان نداشت خب پیچیدش پیش خداوند قابل قبول هم نیست و متاسفانه جایش سرنوشتش درد و عذاب است که خودش بر خود انتخاب کرده. و خداوند میفرماید که شما در کنار بودین فانقذکم منها، شما را خداوند نجات داد. به واسطه چی نجات داد؟ به واسطه این کتاب، کتاب برای ما آمد، ما را نجات داد. آن پیامبر گرامی آمد و این کتاب در ظرف 23 سال برشان وحی شد، ما را نجات داد. و امروز که 1400 سال مگذره، خداوند باز در قرآن کریم برای ما همین آیه را که من براتون خواندم در آیه سوره توبه آیه 109 که برای ما تأکید بیشتر است که ما اساس خود را به کدام چیز باید بگذاریم. آیا روی یک زمین پخته و محکم و استوار، آیا ایست که در یک کنار یک زمین شوریده یا شورزار بگذاریم که هر آن امکانات سقوطش موجود است و وقت سقوط میکنه در نار جهنم میره. حالا ببینیم که داد باب این دعایی را که من خدمت عزیزا یاد کردم، آیه قرآن عظیمشان را، ما خود ما در کجا قرار داریم؟ مسلمان ما در کجا قرار داره؟ کجا هستیم؟ به کدام مسیر پیش میریم؟ این قرآن کتاب رحمت الهی، کتاب است که رحمت الهی است و همه چیزهای خوب درش نهفته شده و ما بارها از عزیزا تقاضا کردیم که اگر یک چیزی را میبینین که مفید نیست و خوب نیست در این کتاب برای ما بگوین که در کجا هست. یک چیزی که خوب نبوده باشه و مفید نبوده باشه. چرا خداوند در این کتاب آسمانی همه چیزی که خوب هست و مفید هست بر ما گذاشته تا ما ازش پیروی بکنیم، رای خود بهتر بسازیم، زندگی دنیا را، این زندگی موقت دنیا را هم ازش لذت ببریم و در آخرت هم مورد لطف و مرحمت خدا باشیم. اما مسلمان های ما ببینید که در سراسر جهان چه بدبختی میکشن، چه درد و رنج میکشن، چقدر جنگ و خون ریزی است، چقدر کشتار و بدبختی های زیاده هست که امروز ما شاهد همه موضوعات هستیم. شیعه با شیعه می جنگه، سنی با سنی می جنگه، عرب با عرب می جنگه، عرب با عجم می جنگه، مسلمان با مسیح می جنگه، مسیح با مسلمان می جنگه، اصلا یهود با همه درگیر یک جنگ و انسان کشی و خون ریختن های بیشتر است. و یک کس دیگه هم بدبختانه، یک گروه دیگه هم پیدا شده که خود را شهید میدانن و میرن در جان خود بم بسته میکنن، میرن و پروازی را ندارن که کی را میکشن، طفل را میکشن، زن را میکشن، بیگناه را میکشن، باگناه را میکشن، فقط زیاد بکشن و زیاد خون بریزن. آیا ما در کجا قرار داریم؟ آیا این کتاب، آیا ما اساس کار خدا به اساس از این کتاب گذاشتیم؟ امی از امی دوستایی که یا عزیزای ما که طرفدارای از این گروه ها هستن یا خود از این آواز ما را میشنوند، این برنامه را میبینن، از خود سوال بکنن که آیا اساس کار خود چی را گذاشتن؟ اساس کار خود تقوا و رضا و خوشنودی خداوند را قرار دادن اساس کار خود، یا ایست که در یک جای تهداب گذاری کردن که هر آن امکانات سقوطش موجود است و فی نار جهنم، در آتش جهنم. و این انسان هایی که با این شکل آن امروز ما در چند روز اخیره که شاهدش هستیم که در فلسطین فرزن دو گروه سنی فلسطین با هم می جنگن، فتح و حمس، هر دوش سنی است، هر دوش عرب است و هر دوش فلسطینی است، هر دوش در یک خاک می جنگن با هم دیگه، ده ها کشته دادن و صدها زخمی و تلفات خسارات بیشماری هم بار آوردن. اینا فکر بکنن که به کدام اساس پایگذاری کردن کار خود را. اگر به اساس قرآن باشه
و این کار میکنن، خب مطلق غلط است که قرآن اساس نگذاشته هستن. این قرآن هیچ اساس الهی تو یک چیزی نیست. اساس الهی صلح است، اساس الهی آرامی است، اساس الهی به تفاهم رسیدن ها هست، نشستن است با هم دیگر بشینن به تفاهم برسه. و امروز کشتن انسان ها و انسان های کشته میشه اکثرا که بیگناه هستند، کسایی هستند که بدون شک اساس کار خود چیزی را گذاشتن که مخالف قرآن است و دنیا را سر آخرت ترجیح دادن و بدون شک با سقوط از این دنیا، با رفتن از این دنیا، جایشان مطابق می قرآن پاک جایشان دوزخ است، برای که انتخاب غلط کردن. پس بیاییم که ما مسلمان ها از خود سوال بکنیم. البته دوستا و عزیزای ما میتونن که زنگ بزنن، ما از همکار تکنیکی هم برادر محترم خود تقاضا دارم که اگر نمره تلفن ما رو بگذارن که عزیزای ما زنگ بزنن و ببینیم که خود ما در کجا قرار داریم و چی کرده میتونیم که عمر باقی مانده خود را بهتر بسازیم و خوبتر بسازیم و رضای خدا را بگیریم در این قسمت. خب آله، چون تلفن های معنوس روشن نشده، دوست ما همکار عزیز ما گوش میکنن که اگر نمره تلفن بگذارن تا دوست ما زنگ بزنن برای ما در برنامه و امرایشون صحبت بکنیم. آله، من میخوایم که یک نکته دیگر در همین مورد که صحبت کردیم، البته به می ارتباط، یک نکته دیگر که خداوند بر ما می فرماید در آیه از سوره کهف، از سوره کهف سوره 18 قرآن پاک است و آیه 103 و 104 شو بر شما من میخوانم که به می ارتباط خداوند میفرماید: قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، بگو او محمد صلی الله علیه و سلم که آیا ما شما را خبر بتم، آیا ما شما را خبر بتم به زیانبارترین عمل کرده انسان ها. یک تعداد انسان هایی است که عمل میکنن و کارشان بسیار زیانبار هست. الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا، اونایی که تپ و تلاششان به گمراهی کشانده شد در زندگی دنیا، و هم يحسبون انهم يحسنون صنعا، و اونا میپندارن که کار درست انجام میدن. چه بسیار زیبا است واقعا، فکر میکنن که کار درست انجام میدن. و همین حالت امروز ما در کشور عزیز ما افغانستان و کشورهای اسلامی دیگه که سیاست را با اسلام قدر مخلوط کردن که سیاست کاملا ترجیح پیدا کرده، برتری پیدا کرده سر اساسات اسلامی، و خداوند ما را در این قسمت مسئول می سازه اگر ما مطابق دستورات الهی حرکت نکنیم. وایزین محترم ما و اونایی که برنامه دین وعظ می کنن، تبلیغ می کنن، باید اساس کارشان قرآن عظیمشان باشه. این که یک خطر بگیریم تلوی. خب از همکار خود می تقاضا را بکنم که اگر نمره تلفن ما را بگذارین که عزیزای ما زنگ بزنه، چون در روی پرده نمره تلفن نیست. خب پس در اینجاست که ما ببینیم که کتاب آسمانی که همه چیزهایش، همه چی خوبی ها درش تضمین شده، همه زیبایی ها درش تضمین شده، و این کتاب است که راست و درست است و همه ما و شما برش اعتقاد داریم، و خداوند در آیه اول همین سوره مبارک کهف بر ما می فرماید که الحمدلله الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا. حمد و سپاس، عفو می خواهم، حمد و سپاس خداوندی را که نازل کرده است بر بنده خود محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم کتاب را که می قرآن عظیم شان است، قرآن عظیم شان هست، و لم یجعل له عوجا، و هیچ نوع کجی و انحراف را در این نگذاشته.
از همکار ما اگر ما دعوت بکنم، همی کنکشن خود چیز ما تلفن ما شاید درست نباشه برای اینکه خطا روشن نیست، شاید وصل نباشه تلفن ما. به هر حال در آیه مبارک خداوند میفرماید که حمد و سپاس خداوند را که بر بنده خودی قرآن عظیم شان را نازل کرد که قرآن عظیمش کتاب آسمانی است، و لم یجعل له عوجا و هیچ نه و کجی و انحراف را در این کتاب خداوند نگذاشت. یعنی این کتاب کتاب است راست و مستقیم، دستوراتش مستقیم هست، کتاب است کامل و جامع هست، و کتاب است که همه زوایای تاریک زندگی بشریت را میتونه نورافشانی بکنه. یعنی کجی درش نیست و ایرام هم خداوند تضمین کرد که راست و مستقیم هست. و ضمنا در سوره انعام آیه 153 شم براتون بخوانم که خداوند می فرماید که و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه. بدون شک امی قرآن عظیمشان راه ما هست، مستقیم هست، یعنی کجی درش نیست که پیشترم یاد کردیم که هیچ نوع انحراف درش نیست، در سوره کهف یاد کردیم. و بلا فاصله خداوند میگه فتبعوه، ازش پیروی بکنین، ولا تتبعوا السبل، و از راه های دیگه پیروی نکنین، فتفرق بكم عن سبیلی، که شما را از راه خداوند دور میسازه. پس در این آیه مبارکام یک امر و یک نهی الهی موجود هست، یکی است که میگه چون راه ما مستقیم هست، کتاب خدا مستقیم است، ازش پیروی بکنین، و ضمناً از راه های دیگه که مخالف از این کتاب است میگه پیروی نکنین که شما را از راه خدا به دور می سازه. تلویزیون آریان افغانستان بفرمایید. خب هنوز چیزهای ما درست نیست، خطهای ما درست نیست. پس خداوند در این آیه مبارک ایرا مستقیم قلمداد کرد، و خداوند می فرماید که این کتاب مستقیم هست و هیچ نوع کجی و انحراف درش نیست. و در آیه 155 هم می فرماید که و هذا کتاب انزلناه مبارک فاتبعوه و اتقوا لعلکم ترحمون. این قرآن عظیم شان کتابی است که من نازل کردیم، ایره مبارک نازل کردیم، فاتبعوه، ازش پیروی بکنین، و تقو و تقوا پیشه بکنین، لعلکم ترحمون، شاید مورد رحم و لطف خدا قرار بگیرین. تلویزیون آران افغانستان بفرمایید. بله بله بفرمایید، با ما هستیم. سلام علیکم. سلام، خوب هستیم؟ الحمدلله، خدا را شکر. بفرمایید، ما واسطانه مشنام. ببخشیم برادر قرد، بسیار زیادی پروگرامتان دلچسپ است. خواهش میکنم. خواهش دارم هر وقتی که از پروگرامتان میشنم گریه میکنم. یک ذره که در باری این خیر و خیرات برای مسلمان ها و هموطن های ما غز بگویی. بله خوب میشه. خیر و خیرات انشالله یک پروگرام من تا دقیقه هم رو براتون صحبت میکنم، یک دو دقیقه ما پروگرام نفقات و خیرات اینا رو باز انشالله مفصل تر براتون صحبت میکنم حتما انشالله. که افغانای ما بسیار در مشکلات هست. من میدارم واقعا این چیزهاییست که باید ما داشته باشیم. خیر و خیرات اینا یکی از چیزهاییست که در ثواب دارنی حتما دیگه. بله بله، تشکر. خواهر گل، وقت خواهش میکنم. خواهش میکنم، به خدا سپرده میتن. خیر و خیرات خود مسلمان که یکی از اولی که صدقات و زکات اینا یکی از ارکان زکات خودش یکی از ارکان یا از بناهای اسلامی است که ما مسلمان ها برش اعتقاد داریم، یکی از بنای پنج بنای مسلمانی بگوییم، اعتقاد داریم که او حق غریب و بیچاره و محتاج است که به دوش کسایی است که غنی است، ثروتمند هستند، دارا هستند، به دوششان هست که باید بپردازند، این حقشان است. یکی چیزای اضافی است که خیر و خیرات که خواهر ما یاد کردن، صدقات اینا، چیزای اضافی ما برای هم نوع خود کمک میکنیم، خیرات میدیم به ملت خود، برای یتیم و بیچاره و بیوزن اینا که بسیار زیاد ثواب زیادی هم داره، و ضمناً یک هموطن خود را ما به حساب هم نجات میدیم. و البته آیاتش، آیاتی که
انشاءالله مسئلش مفصل صحبت میکنیم. آیات سوره بقره، سوره دوم قرآن پاک است، از آیه 261 شروع میشه و ادامه دارد دیگه تا 5-6 آیه تقریبا یا زیادتر. ما مفصل تر سری البته صحبت میکنم. تلویزیون آریانا افغانستان بفرمایید. تلویزیون آریانا افغانستان. سلام علیکم، بفرمایید با ما هستید. خوب هستم، شما را ما سوال داشتم. بله. راجی به نماز خفتن، تا کدام ساعت آدم میتونه نماز خفتن بخونه؟ بعضی کسا میگن بعد از 12 بجا قضا میشه. من خواستم که این دوباره یک معلومات بگیرم. بله. بعد گفتن میتونیم کدام ساعت آدم میتونه نماز خفتن بخونه، بعد کدام ساعت قضا میشه؟ من براتون میگم. میاره، تشکر، خواهر گل. سوال دوم داشت. بله. ما بعض اوقات به نماز جمعه، بعض اوقاتی که همیشه میرم به نماز جمعه میرم و بعض اوقات به کم بیتر میرسم که به درکات نماز فرق آده نمیشم. بلی؟ من میتونم که بعض اوقات به سند نماز میرسم به درکات نماز میخورم، منتا چهار اوقات پیشتره که آدم بخانه سنت ایره نخواد. میشه که من پس ببوره بعد از درکات، بعد میشه که چهار اوقات آدم باز بخانه؟ ما براتون میگم، خواهر گل. تشکر از سوالتون. خداحافظ. تشکر از شما، میربانیتون. خداحافظ. با مان خدا. ببینید، سوال اول خواهر ما که نماز خفتن خب وقتی که شام قضا میشه خفتن روا میشه و بعضن دوستا فکر میکنن که چون 12 بجه فرضاً اگر روز دوشنبه باشد و بعد از 12 بجه 12 و یک دقیقه روز سه شنبه میشه در حقیقت، اما این تا وقت است که ما تعیین کردیم. اصلا به حساب بهتر است که وقت در خوانده شود نماز وتر واجب، و معمولا کسایی که تهجد میخوانن و تاخیر میندازن تا آخرای شب و در او وقت، اما کسایی که اگر میخواین که تهجد برنامه تهجد ندارن و میخواین نماز خفتن خود بخوانن یا بعد اوقات ناوقت‌تر میرسن، هر موقعی که رسیدین تا وقتی که نماز صبح روانه شده میتونین نماز خفتن را بخوانین. یک بجه، دو بجه، 12 بجه، 9 بجه، وقتی ما به وقت لس آنجلس هم میال ساعت 9:30 نماز است، نماز خفتن روا است، اشکال درش موجود نیست. این وقتی که از وقت به خاطر چیزی است که ما تعیین کردیم، اما از نظر شرعی مشکل نیست. و قسمت دوم نماز جمعه را. اول در قسمت خواهرای ما که به نماز جمعه میرن که یاد کردن که اگر میرسن و فرض خوانده شده آیا میتونن بخوانن نماز جمعه؟ مدرکات فرض نماز جمعه اگر مگذره از شما، مسلمان شما میتونین نماز فرض پیشین تا را بخونین، 4 رکعت فرض پیشین بخونین نماز مکمل، چرا فرض را از دست دادین. اما اگر در وسط میرسین مسلمان، 1 رکعت چه گرفتین 1 رکعت دیگهش نماز مسبوق میگین، بعد از سلام گشتاندن امام شما نمازتان را تکمیل میکنین. اما این که اگر شما سنت را پیش از اون نخوندین، سنت را میتونید هر موقعی بخونید، اشکالی ندارم. شما موقعی میرسین که همه به نماز استادن، شما باید نیت بکنین و نماز استاد شوین، نماز را بگذارین و بعد از اون نماز سنتتان را میتونین بلی بخونین. اول، نماز سنت قضایی هیچ وقت نداره و میتونین هر موقعی بخونین که بعد از نماز باشه یا در موقع دیگه هم میتونین بخونین. اگر به فرصتش میسر براتون نیست که عجله دارین یا 5 دقیقه بیشتر وقت ندارین و بسیار عجله میخواین که درکات بخونین، اصلا به عجله چی نیست، فرضتون رو باید بخونین و سنت رو به موقعی که فارغ باشین با خدایتان راز نیاز بکنین، قلبتان آرام باشه، وقت کافی داشته باشین، محیط آرام براتون باشه تا بتونین که لذت ببرین از نماز خواندنتون. انشالله که جوابتان گرفته باشین. تلویزیون آریانا افغانستان بفرمایید. بله، سلام علیکم. سلام علیکم خواهر محترم. بله، سلام علیکم. بفرمایید، با ما هستین. محمود وسیق. من شفقه قاریزاده هستم، از آلمان، از آمبورگ شما را زحمت دادم. خب، خدا را شکر، بفرمایید. سلام علیکم آقای وسیق. سلام بر شما خواهر محترم. آقای وسیق، بسیار پروگرام در جلسه داریم، بسیار پروگرام آموزنده، اسلامی، عزاد نگاه شربه. خدا را شکر. لازم برای شنیدن برای مسلمان ها هست.
الحمدلله، همه حمد و سپاس به خداوند که مسئله شما در میان بذاریم در زودی رخ نمیشه. من میدارم چون شاید دوستا زیاد زنگ میزنن، همین شکایت عزیزای ما دارن و امید است که بتانیم در این موقع کوتاهی که هست بتانیم خطای بیشتر را بگیریم. بله بفرمایید. لبان هستین. امی راضی به کمک و خیرات میگفتم، امی چی تفاوت داره ازم؟ بله مثلا یکی آدم کمک میکنه به فامیل خود، به مثلا به خواهر برادر بله. در کشورهای همجوار مثلا ایران پاکستان یا افغانستان یا بله. باشن بله. این کمک محسوب میشه یا مثلا میگن به جمع خیرات میایه؟ بعضا میگن که مثلا در فامیل خود آدم که کمک میکنه این به حساب ختم نمیاره، این اجر نداره، این ثواب نداره میگن. نه نه اوتر نیست دیگه. بله من براتون جواب میگم، اگر سگه سوال ندارین خیلی من براتون جواب میگم. از سوال معنی است که مثلا از این هم آدم یک مقدار ثواب میبره، این هم به حساب کارای نیک یا چیز حساب میشه، یا مثلا به حساب کمک نه، ما کمک باید به غربا و فقیرهایی که بیخی بی‌بضاعت هستن یا یتیم هستن، چی در افغانستان چی در کشورهای دیگه و یا چی در پیشروی خود ما مثلا یک کسی را ببینیم. بله تفاوت از این کمک همراه خیرات چی هست؟ مثلا حتما من براتون جواب میگم خارگون. تشکر از شما، نباشین. خداحافظ. خداحافظتان. خداحافظ. با مانه خدا. ببینید خارگل، مسئله کمک و همکاری و صدقات اینا به هر کس میشه. اول من نزدیکترین کسا باید باشه، سلسله مراتب باید مراعات شود. اگر فامیل ما، فرزند ما در اروپا هستیم یا در امریکا هستیم، فامیل ما در افغانستان یا در ایران یا در پاکستان است که واقعا محتاج هستن، خب فامیل ما قدم اول بر مادر و پدر، برادرها، خواهرها، فامیل هر کسی که در فامیل هست اگر محتاج هستن و هم صدقاتتون انجام میشه، هم ثوابی میگیرین و هم ضمناً لطف و کمک برای فامیل کردین که خودتان هم راحت هستین و فامیل هم زندگی راحت داره و زندگی مرفع داره، خدا را شکر. اما او کسایی که زندگی های مرفع دارن در کشور ما، فرزند در پاکستان هستن، در افغانستان هستن، در ایران هستن، زندگی های خوب دارن که گزارشان به وجه هستن و بهترین شکل گزارشان میشه یا حداقل شرایط عادی زندگی را به طور متوسط دارن و عزیزایی که در اینجا هستن، در این صورت بهتر است که کمک ها برای چی صورت بگیره؟ برای کسایی که محتاج هستن، چرا اونا دارن، اونا توانش دارن، زندگی به شکل مرفع به پیش میرسن و کمک اضافی شما بعضی اوقات به نقصان تمام میشه. برای از این که اگر اونا زندگیشان مرفع هست و شما کمک میکنین، یک پول اضافی است که برشان میرسه، شاید یک تعداد سهلنگاری میکنه، کار نمیکنه برای از این که پول مفت از غرب برشان میرسه، یک تعداد دگان به عیاشی های چیزهای دیگه دست میزنن، به فرزن شنیدیم که یک تعداد به خواهرای ما بیشتر جواهرات و اینا ذخیره میکنن، در محافل بسیار مجلل میگیرن. این مسائل در اون صورت بهتر است که صورت نگیره، برای اینکه حق کسایی است که غریب و محتاج است که واقعا اونا باید کمک شوند. اما بازم تاکید میکنم که اگر فامیل، پدر و مادر و خواهر و برادر یا کاکا و ماما و هر کسی که هستن در فامیل، اگر اونا محتاج هستن، اونا در قدم اول باید کمک شوند و قدم بعدی باز دیگران. اگر محتاج نیستن، برن به هر کسی که شما لازم میبینین باید کمک بکنین. خداوند همراه شما باشه و قلب خوبتان خداوند پاداش عمل نیکتان براتون خداوند نصیب میکنه. تلویزیون آریانا افغانستان بفرمایید. بله بله بفرمایید، با ما هستید. بله بله سلام. سلام علیکم، چی حال دارین؟ تشکر، سلامت باشین. تشکر، برنامه بسیار مقبول و خدا را شکر، الحمدلله. خوب تشکر. یک سوال داشت. بله سوال من بود که دمی باری نماز خفتن. بله اگر نماز خفتن از بیشتر شنیدیم که برمی گفتین نماز خفتن تا وقت پیش از نماز صبح بله. بله. روا است. بله اینا یک دفعه ما وقتی که افغانستان بودم شنیده بودم که اینا تو بیشتر از نماز
صبح روا است. بله. اما شاور ما که مذر پرسان کردم اون میگه که نی قسم نیست نماز پیش از 12 شب نماز خفتن مکروه میشه. خب ببینین، من یاد کردم که 12 شب خواهر محترم 12 را تعیین کردیم، ما تعیین کردیم، هیچ مسئله شرعی نیست. 12 را انسان ها تعیین کرده که بعد از 12 12 و 5 دقیقه روز دیگه است البته، یعنی به این شکل است. اما این که یک تعداد اگر به عقیده هستن که مکروه میشه، شاید به خاطر از این باشه که مردم به تأخیری رندن دادن، چرا امکانات از این موجود است که بعد از در اوقات خواب بسیار ثقیل هست و شاید انسان بیدار نشه، شاید نماز خفتن است بهش انسان فوت شوه، به اون خاطر یاد شده که بهتر است که ادا بکنین. و اگر گفتم پیشترم یاد کردم که اگر ضرورت بیست که یا برنامه داره عزیزای ما که به تهجد میخیزن، بهترین موقعش است که موقع بخوانن. اما اگر برنامه ندارن، باید اول ادا بکنن و بخوابن، چرا امکاناتش موجود است که نماز قضا شود. تشکر خواهر گل. تشکر. تشکر از شما. تلویزیون آریانا افغانستان بفرمایید. تلویزیون آریانا افغانستان بفرمایید. سلام علیکم برادر. سلام علیکم. خوب هستین؟ تشکر، سلامت باشید. برادر ما یک سوال است. کمی اگر بلندتر لطف بکنین صحبت بکنین. ما یک سوال است. بله. یک خانم از مثلا شوهرش برای یک و نیم سال قهر کرد، رفت خانه دخترای خود زندگی میکرد، بعد از یک و نیم سال پس پیش فامیل خود آمد. بله. آیا در یک و نیم سال که با خانم خود و اولادای خود نبود، آیا او زن سر از او طلاق شده یا خیر؟ خب تشکر خوارگل، سوال خوبی است. البته ما شما بشنوین از ببینین از طریق تلویزیون. و یک سوال دیگه من بود. بله بفرمایید. که اگر طلاق میشه یا پس دوباره نکاح امکان داره یا با مو ادامه زناشویی ادامه بتن؟ اینمی سوال من اردوش براتون جواب میگم. بسیار خوب، تشکر خوارگل. ببینین، اولی که شوهر قال کرد در هفته که کنیم سال خانه دوستا زندگی میکنن، اگر شوهر قسم یاد کرده باشه که با هم نزدیک نه، خب در این صورت البته به اون شکل نیسته، قسم یاد کرده باشه که دیگه من امرایت هم بستر نمیشم، هم خوابه نمیشم فرزند، اون مسئله شلاید است که یک حکم دیگه داره. اما در این صورت که قهر کرده، خب قهر کرده اشکال نداره، یک سال، دو سال، شش ماه، هر قدره که هست، عادی میتونن پس دوباره بیاین مسائل مشکلات خود حل بکنن، بشینن زن و شوهر با تفاهم برسن، یا اگر مشکلات به حدی است که زن و شوهر از عهدهش برآمده نمیتونه که حل و فصل بکنن، حکمی از فامیل شوهر، حکمی از فامیل خانم، کسایی که مصلح هستن، اصلاح کار هستن و از دین آگاه هستن، بتونن مسائل مطرح بکنن و بسیار خوبی مشکلاتشان حل بکنن که تا این زن و شوهر پس با هم بیان و زندگی را از زندگی خود لذت ببرن، یک جا باشن، چرا نه. البته اما طلاق نشده نه، در صورت که کلمه طلاق یاد نشده و این چیزا اصلا طلاق نشده. اما اگر طلاق یاد شد که سوال دومتان مطرح است، اگر کلمه طلاق یاد میشه که هم بحث خوبی است، البته که اگر کلمه طلاق یاد میشه و یک بار یاد شده، زن و شوهر تا ظرف 3 ماه مکلف هستن که اگر طلاق رجعی است، یعنی رجعی وقتی میگن که شوهر با زن پس دوباره رجوع میکنه، هم بستر میشن، هم خواب میشن، عادی زندگی عادی است، بدون از اینکه هیچ نوع تغییر اتفاق بفته، میتونن که زندگی را پس دوباره دنبال بکنن. اما اگر اینطور میشه کمی طلاق یک بار گفته شده و 3 ماه که قرآن عظیمشان سلاست قروع خانده ایره، یعنی 3 عادت ماهوار زنانه میگذره، در حقیقت زن و شوهر از هم طلاق شدن، زن و شوهر از هم طلاق شدن، زن میتوانه که برای خودش شوهر دیگه بگیره، مرد میتوانه که برای خانم دیگه بگیره، یا میتوانن که پس هر دویشان بعدا دوباره ازدواج بکنن، هر دویشان میتوانن دوباره ازدواج بکنن، چرا طلاق سلاسه نیست، یک بار
طلاق یک بار دادن میتونن ازدواج بکنن، اما نکاح باید بکنن، پس دوباره ایجاب و قبول صورت بگیره، رضایت زن مطرح است که باید زن هم مطرح راضی است یا نیست، مهر تعیین میشن، مثل درست نکاح عادی است که اثر باید صورت بگیره که یک چانسشان گذشته و چانس دوم دارن. باید متوجه باشن که مسائل طلاق بسیار مسائل مهم است و این چیزایی نیست که امرایش باید بازی کرد. چرا من یک دفعه و یک بار از یک خواهر ایمیل گرفتم که شوهرش زود برش میگه به مذاق میگه طلاق، اصلا این با این کارا مذاق نیست. من نمیفهم اگر کسایی با این کارا مذاق میکنن معلوم میشه که مسئولیت خانواده را گرفتن نمیتونن، اصلا اینطور کسا آماده ازدواج نیستن، نباید ازدواج بکنن تا وقتی که مسئولیت خانواده را گرفته بتانن، چرا مسئله طلاق بازی نداره و دوبار به می خاطر دوبار چانس دارن و در اگر در دوبار ادا نشد دفعه سومش قرآن کریم به صراحت یاد میگه که الطلاق مرتان، طلاق دوبار هست، فامساکم بمعروف او تسریح بإحسان، پس در دفعه سوم یا ایست که باید تا زنده هستن باید زندگی بکنن یا ایست که اگر طلاق مطرح شد از امروز جدا هستن و دیگه امکانات برگشتشان موجود نیست تا وقتی که زن برای ازدواج مجدد بکنه وام ساختگی و پلان شدنی، بلکه به شکل طبیعی ازدواج بکنه، اگر راضی نبودن طلاق میگیره، باز امکاناتش موجود است که همراه شوهر اولی خود ازدواج بکنه. تلویزیون آریانا افغانستان بفرمایید. بله سلام، من میخوام امضای آقای رسید بفرمایید. معصوم با ما هستین، بفرمایید. سلام میکنم. سلام علیکم خواهر محترم. سلام، بفرمایید، خواهش میکنم. اگر سیوی نیوز آیات 60 در ما ترجمه کنید خوش میشم. کدام آیه؟ آیات 60. آیه 60 کدام سوره؟ سوره نور. سوره نور آیه 60؟ بله. بسیار خوب، ما براتون میگم امیاله. تشکر، لطف میکنید. تشکر از شما خواهر گل. با امان خدا. با امان خدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يدعن ثيابهن غير متبرجات بزينه وان يستعففن خير لهن والله سميع عليم. اي آيه مبارك در مورد زنهاي ميگن كه يعني از حالت چیز گذشتن، از حالتی که عادت ماهوار برشان پیدا شوه از او حالت گذشتن، یعنی مسن هستند، خانمای مسن هستند. به این حالت یاد میکنه که البته ای آیات تقریبا با آیه 58 و 59 ارتباط داره که در این آیه ممیره برتان مارا میکنم. او زنهایی که میگه مسن هستن و آلت ماوار برشان پیدا نمیشه، اونا امید نکارن ندارن چون سنشان به یک حد رسیدن، فلیس علیهن جناحون، پس گناه برشان نیست، این یا دعن ثیابهن که لباس خود را، یعنی در خانه. این آیه پیشترش به این منظور بوده که فرضاً اگر طفلایی که نو به سن بلوغ میرسن، جوان هستن، حتی مادر و پدر، حتی مادر و پدر باید لباسهای درست بپوشن که لابستن بلوغ میرسن، باید یعنی بر از اونا آداب و رسوم و کلچر اسلامی رو برشان تدریس کرد و ضمناً اولادها باید این رو بفهمن که وقتی به طفل خرد هستن نمیفهمن، اما وقتی آیست آیست به سن رشد و بلوغ میرسن در خانه که خانه خواب پدر مادر است بدون اجازه داخل نشن، بخصوص که دروازه بسته میباشه، بخصوص که پدر مادر یا مادر لباس تبدیل میکنن، یا خب خانه خواب است، بستر خواب پدر مادر است، برای اولادها باید به این شکل گفته شد. اما در حالت آیه 60 که خواهر ما سوال کردن، امیر نشان میده که خانمایی که به سن تقریبا مسن شدن و اونا اگر یک اندازه لباس، چون از بخاطر گرمی هوا و اینا، اگر یک اندازه لباس نازکتر میپوشن یا اگر لباس میپوشن که اوقدر زیاد 100% چیز مراعات نمی کنن، اشکال درش نیست، برای از اینکه زن است که مادر کلان هست، فرزند به او حد سر حد اینا خداوندی را بر ما میگه که اگر لباس خود چیز بکنن، فلا
فلیس علیهن جناح، پس گناهی برشان نیست، ان یدعن ثیابهن، که لباس خودن بگذارن، غیر متبرجات بزینه، نه که زینت آرایش خودن نشان بدن، نه به خاطر نمایش و این مسائل. پس در صورت خداوند آگاه و دانا هست، اشکال برشان نیست. البته تلویزیون آریانا افغانستان بفرمایید. سلام علیکم خواهر محترم. سلامت باشین. سلام علیکم. من میشنم موازتن، اگر لطفا آوازتن کمک بلندتر. سلام، یک سوال امرایتان داشتم، آلا میخوایم یک سوال دیگه. بله امرایتان دارم. برادر کلم، امین مرد که مثلا پیشتر یاد کردم که 2 سال خانی دختر خود بود. بله. از فامیل جدا بود. بله. امین مرد بالکل با ببخشید نمی قطع شد. امی مرد گفتین هیچ مسئولیت احساس نمی کنه، درست است؟ همه کنه، بله درست است. از وقتی که ما طول 10 سال میشه ما اینجا آمدیم زندگی میکنیم، مثلا اولادا خورد بدن، در کار شروع کردن، کار کردن، از درس و تعلیم ماندن. بله. خودت امو نفر پدرشان مثلا ماشو تقاوتی میگره، هیچ از لباس و خیالی شریکی زن هیچ احساس نمی کنه، کمک نمی کنه، نه نداره و بر اولاد همچنان مادر بچه همیشه همه مسئولیتش به دوش اومد. بله بله. سپورتش خب. میکنن. بله. سوار ایت قطعاً احساس مسئولیت در فامیل نمیکنه. بله. اینم یک پرسان نمیکنه کمی تو خانم مسی ضرورت داریم. اینم یک ما ماشم مثلا ما 700 روپه میگیری، اینم 500ش در این ماست تو بگی که و خانه به فرش ضرورت میشه یا به بله. واسه ضرورت میشه. اینمی احساس ایچ اصلا نداره. خب من براتون میگم یک ذره توضیح میتونم در این مورد. هم تشکر، خواهش میکنم. تشکر خواهر گل، با امان خدا. ببین خواهر محترم، اولی که زن و شوهر مسئول یک فامیل هست و بخصوص اولاد در بین مطرح هست، ما بارها یاد کردیم مثل کشتی است که در قعر دریا مانده و والدین است که اونمو کشتیران و معاون کشتیران بگویم هستند که کشتی به ساحل مقصود باید برسانند، یعنی اولادا به رشد و کمال برسند. این مسئولیت هر دو پدر و مادر هست. متاسفانه همونطور که شما یاد کردین یک تعداد این مسئولیت را نمیگیرن، که ما تقاضای ما از جوانای ما همیست که وقتی میخواهن تن به ازدواج بتن، نفر را پیدا بکنن، یگانه چیزی که بسیار مهم است که باید احساس مسئولیت داشته باشن. چرا با صورت و با ظاهر و با پول و با جوانی نمیشه زندگی کرد تنها و تنها؟ البته اونا بزرگ نعمت است مسلمن، اما مسئولیت را باید برداشت کرده بتونه. به می خاطر شناخت کافی از یکی دیگه باید داشته باشن تا ازدواج بکنن، که متاسفانه ازدواج های کشورهای ما بدبختانه ازدواج هایی است که یا تحمیلی است یا قبلا از طرف پدر مادر تعیین میشه و جوان ها یکی دیگر را نمیشناسن، حتی پدر مادر هم یکی دیگر امونا را نمیشناسن متاسفانه، فقط صرفا به خاطر از ایست که یک شناخت کمی که ازش دارن یا ایست که دوست دارن یا ایست که پول دارن پول زیادتر میتن. این مسائل یک اندازه بدبختی های است که حیات جگرگوش های خود به این شکل خراب میسازن. اما آله که در این موقف قرار گرفتین، من بازم همین تاکید میکنم که اگر چون فعلا در قید ازدواج هستن، اگر زن و شوهر میخواهن با هم دیگر زندگی بکنن تنها و تنها، اگر احساس مسئولیت را نمی کنن، باید بشینن یک رای جور بکنن. در این مرحله که قرار دارن حتما یک دو نفر از فامیل ها یک جای شون، اینا را بشانن و ببینن که چی کرده میتونن، چرا چی مانعی است که یک جا زندگی نمی کنن و چی مانعی است که کمک و همکاری با فامیل صورت نمیگیره، که اگر رای حل پیدا شود. اما اگر هیچ رای حل پیدا نمیشه که اینا از هم دیگر دور هستن، مسلما یک رای دیگه وجود داره که اگر به این شکل دور باشن، خب حتما جدایی بیناست که باز هم او یگانه رای است که ابغض الحلال عند الله الطلاق، یعنی قبیح ترین رازش ترین چیز در اسلام که روا شده مسئله طلاق و جدایی است که فامیل از هم میپاشه، در صورت یگانه رایش است. اما کوشش کنن که اگر رای بهتر دیگه سراغ شده بتانه که از این معضله و خواهر و امرای طفلک های خود برای و ضمناً
مردم که در جای دیگه میره زندگی میکنه، از با اولاد خود با خانم خود زندگی بکنه و از این زندگی کوتاهی که دیگه چانس نداریم، فقط یک بار زندگی است و هر سال میگذره، باید اونا متوجه باشن، بیاین درست مسائل خود حل بکنن و یک راه حل بر خود پیدا بکنن تا بتونن خوبتر و بهتر زندگی بکنن. متاسفانه خطای ما حال روشن است، اما وقت ما پوره شده. بر ما اشاره کردن که وقت ما تمام است. ما شما عزیزان را به خداوند کارساز میسپارم. خداوند یار و مددگارتان باشد تا هفته آینده که در خدمت شما باشم. مؤخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. و معذرت میخوایم از برادر و خواهرای ما که پشت خط هستن و نتانستم امرایشان صحبت بکنم. أركانه الجليلة دعائم الفضيلة ويا الشهادتان كعيدة الإيمان والصوم والصلاة وحج والزكاة.